کتابخانه ملی تونس از کشف سومین نسخه از قرآن دستنویس منصوب به ابن قطوس خطات برجسته اندولسی در قرن هفتم هجری خبر داد. کتابخانه ملی تونس ضمن اعلام این خبر افزود که مورخان معتقدند این نسخه بیش از نه قرن پیش نگاشته شده و کتابت آن دست کم شش ماه به طول انجامیده است. این مصحف به خط مراکشی روی پوست و با مرکب قهوه‌ای نگاشته شده که علامات تشدید و سکون آن به رنگ زرد دیگر علامت های اعراب آن به رنگ قرمز و همزه به رنگ نارنجی نوشته شده است شاکر عادل رئیس بخش نسخه خطی کتابخانه ملی تونس در ارتباط با این نسخه تصریح کرد خطوط دایره ای در حاشیه صفحات این مصحف دیده می شود و نشانه های مربوط به تقسیم حزب ها با اشکال هندسی زیبایی تزیین شده است شاکر عادل با اشاره به اینکه کتابخانه ملی تونس پیش از این دو نسخه مصحف دیگر به خط ابن قطوس را در اختیار داشته گفت وی تصریح کرد که نسخه سوم که به تازگی کشف شده نسبت به دو نسخه پیشین کوچکتر است که این امر تذهیب و تزیین آن را بسیار سختتر کرده است گفتنی است محمد ابن عبدالله ابن قطوس ناسخ و خوشنویس برجسته اندلسی است که به نگارش قرآن و بسیاری از نسخ خطی شهرت داشت وی در سال 610 هجری قمری 1213 میلادی وفات یافت نام این خطات اندلسی در بسیاری از مراجع و کتب قدیمی آمده و در برخی از آنها گفته شده که وی 500 مصحف نگاشته است.